نن خو خبر دا ده چې کله څوک یو قدرت ته ځان رسولی یو مسولیت په غاړه اخلي، اصلا د دنیا کې په ټوله خصوصا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې د ریاست جمهوری مسولیت اخیستل په غاړه خپل خادم د ملت دی. نو واقعا چې څوک کله چې یو مسولیت یا یو عهده په غاړه اخلي یا یو ځان د یو عهدې دپاره کاندیدوي، نو داسې مشخص نوم ورسره کښیږدي په خپل ټیم باندې چې واقعا هغه د خلکو د خدمت دپاره وي. ځکه په ډېر ټیم باندې موږ ځکه نوم د خادمین ملت یا شی، ځکه چې اصلا دا باداران نه دي، دا اصلا خادمین د ملت دي او باید په عمل کې وشي. بعضي خلک په خپله خوله باندې نارې وهي چې موږ کله قدرت ته ورسېږو یا د قدرت چوکۍ ته ورسېږو، نو بیا به موږ څه کوو؟ بیا به موږ د خلکو خدمت کوو. خدمت مانه هم دا ده چې خپله ته په عمل کې ثابته کړي، لکه موږ چې نوم زموږ د ټیم خادمین ملت دی، همدغسې عمل کې موږ د اوله ورځ کومه برنامه شروع کړه، د انتخابات په شپږم ده اسد باندې رسما کمپاین موږ شروع کړ، د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې او دغه اسلامي مشخصات او سننو په طریقې سره له خپل دفتره او هغسې کمپاین موږ شروع کړ چې واقعا خلکو ولیدلو چې موږ د هغه کشر جامع چې هغه په جامعه کې خلک ورته یعنی حقارت ګوري، نو موږ هغه ژیړې جامع واغوستلې چې هغه خلکو ته دا وښیو دنیا ته، نړیوالو ته، خپلو خلکو ته چې موږ هغه خلک یو چې موږ دغه دریشي یا دغه کم بنر یا کم واسکټ چې موږ هغه اغوستی دی، دا نړیوالو ته هم وښیو، دنیاوالو ته هم وښیو، خپل خلکو ته هم وښیو چې موږ واقعا په خپله خدمت کوو. نو په همدې خاطر موږ خپل آقای شیرانی، بیاین از این صحبت بکنین که مردم شاید با این دسته انتخاباتی و کسانی که به نوعی در این تکت انتخاباتی حضور دارن معرفت آنچنانی و یا شناخت آنچنانی نداشته باشند، به طور مثال شاید شما را نشناسند و یا کسی که خود را من حیث رئیس تیم شما و یا اینکه کاندید ریاست جمهوری کرده با چرین آنقدر معرفت نداشته باشند. حالا مردم در میان این 18 تیم در کنار تیم شما چگونه با شما بتانن آشنایی پیدا بکنن، چگونه باور بکنن که خادمین ملت میتونه واقعا نقطه پایان مشکلات امروزی ایشان باشن با درک دستاوردهایی که در گذشته هم وجود نداشته و شناختی هم که مردم بنوی از شما نداره؟ واقعا در حقیقت خبره ده چی موج نظم و رئیس او نه هم معاونین چوک پیژنی. بله. خو موج پا دی خاطر زان در خلق و در من سخه انتخاب کردیم، در خپل و خلق و در من سخه دغه کار ته یا دې هدې ته ځان په دې ټیم کې سره برابر که پندې خاطر باندې چې موږ خلک وپېژني. همداسې دغه اوسنی رئیس جمهور اشرف غنی، پخوانی ازبک رئیس جمهور او همداسې ازبک اجرایه رئیس، دا تر اوسه پورې مخکې چا نه پېژندل، دا هم چا نه پېژندل، همداسې عادي وګړي وه. خو کله چې د خلکو منځته راشي ځان کاندید کړي، نو بیا خلک په هغې باندې تحلیل کړي، ارزیابی کی، هغه گوری چې باید اچنگه و... برای اینکه ما یک زعیم واقعی داشته باشیم و برای اینکه ما بتونیم یک رهبر واقعی و یک رئیس واقعی داشته باشیم که ملت و مردم بتونن به اون اعتماد بکنن و در کل خوشبین برای تغییر وضعیت آینده ایشان از طریق اون زعیمشان باشن، یک زعیم و یک کسی که خود را کاندید میکنه، آقای شهرانی چه ویژگی های باید داشته باشن؟ معلفه های یک فرد در کل برای اینکه اعتماد سازی رو بتونه با وجود بیاره چی باید باشن؟ هر ملک په هر هواد که چوک چی در ریاست جمهوری در پار زان کاندیده وی، اغا کسان باید دخصی کسان وی چه غده دی ملک در جامعه لمن سخرار تکی دیلی وی، پنده ملک وسی دیلی وی، پنده ملک کور وی، پنده ملک اولادون تعلیم ولری، در بل ملک تابعیت و نلری، در بل ملک در پار لا ساله نوی، یعنی هر کسان وی چه خپل خلکو سره په خپل سختیو کې په تکلیفو کې هر وخت کې ژوند کړی وي، نو همداسې خلک نو د خپل خلکو په شو آبادو باندې پویسي، نو همداسې ذهن ته موږ باید لاره رایه ورکړو چې هغه د دې ټولنې د نجات دپاره کار وکړي. زموږ رئیس ورسره ټیم یې وه، ډېره ښه برنامه یوه طرحه لري د نجات افغانستان په نامه باندې، چې هغه طرحه کې ټول
اکشار و دپاره کم قوانین سی دی اگه دپاره طرح جوړه سی ده پدی باندې دست نه چې موږ یو دم در ټیم راغلی ده خپل معرفت له شناخت لپاره موږ ځانته موږ د لس کال په دې طرح باندې کار کړی طرحهای زیاد ریخته شد از سوی ستادها و تیم های انتخاباتی در سال 2014 هم و یا انتخابات های پیشتر از اون هم طرحهای زیادی بود طرحهای موثر بود حتی فرمول های از کشورهای بیرونی و خارجی که به اقتدار رسیده بودن توانستن پیاده بگردن اما متاسفانه طرحهای هیچگاه پیاده نشد آقای شیرانی به این کمی میخوایم در مورد آقای عبدالجمیل شیرانی بدانیم که شیرانی کیست چگونه موقفی دارد و در گذشته کی بود چه دستاوردهایی داشت از تحصیلاتتون بگوین که چقدر تحصیلات دارین و چرا آقای حفیظ تمایل بر این پیدا کردن تا شما را بیاین معاون انتخاب کنن از ما معرفت ز خپل نوم عبدالجمیل دی تخلص شیرانی کوم د قوم شیرانی څخه فصل کې د لوی قوم د درانه باندې ګډی ژب سر کې او په میدان ورده کې د چک پولیسوالی کې زیږیدل یم او هلته متولد کړی دی لغې نه بعد ابتدایي زده کړې ما د چک پولیسوالی کې کړې دي د اوس د حضرت عمر فاروق په نامه د په وخت کې د بمبایي عالی لیسه وه نو هغه وروسته بیا کله چې د کمونستانو حکومت راغی او کودتا وسوه په اووم د ثور باندې موږ مکتبونه بند شول موږ ته په 1950 کال کې پاکستان ته هجرت وکړ دوه درې کال از موږ تحصیلات معطل شول وروسته پاکستان ته لاړو او پاکستان کې مهاجر شو هلته هم یو دوه کال از موږ تحصیل یعنی تحصیلي پروسه پاتې شوله وروسته له هغې نه بیا مې ابتدایي زده کړې له څلورم سیم نه بیا په پاکستان کې شروع کړې په هغه وخت کې موږ په کوټه کې اوسېدو د کوټې لورلایي بازار یا شار ورته وایي چې په هغې کې د حزب په کم کې زننه اوسېدو په هغې کې د حزب اسلامي په نامه یو ابتدایي ښوونځی جوړ شو په هغې کې موږ لومړۍ زده کړې شروع کړې وروسته له هغې نه بیا د ابتدایي زده کړې مې خلاصې کړلې پېښور ته راغلو په پېښور کې د سید جمال الدین افغان لیسه چې د حزب اسلامي پورې تعلق درلود په هغې کې خپلې عالي زده کړې سر ته ورسولې له هغې ځایه وروسته بیا دوه کاله معهد په د معهد عربي په نامه باندې ابوبکر صدیق معهد و چې په ببو کې د استاد سیاو په کمپ کې موجودیت درلود هغه هم ما دوه کاله په هغې کې چې نیمه زده کړې وې یعنې نیمه تحصیلات عالي وه هغه هم ما په موفقیت سره سر ته ورسولې له هغې نه وروسته بیا که کله مجاهدین کامیاب شول مجاهدین راغلل کابل ته په کابل کې جنګونه و د خپلو تنظیمونو په مابین کې د کابل پوهنتون یا یونیورسټي بند شوه د افغانستان کې یوازینی ننګرهار پوهنتون و چې هغه خلاص شو د افغانستان حالا نهایتا شما تحصیلات شما به کجا ختم شد شما لیسانس هستیم ما لیسانس حقوق و علوم سیاسی هستیم و ماستری دارم در اقتصاد بله. اولین وظیفه ما به عیسی معلم بودم از طریق معرف استخدام شدیم دمول است که ما ابتدایی تحصیلات خود را بمبئی آقای شیرانی شما بیان کردین که ما مردم را شناختیم و درک کردیم مردم را خیلی خوب شناختین بین بگوین مردم چی میخواهند از شما خواست اولویت مردم چیست و اولویت شما برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری چی است خلق لموش نه اقصه غاری چی واقعا په عمل که ثابت کرو خلقو پخوانه و کاندیدانو ستړي کړی دي نور خلک تغییر غواړي مثبت تغییر غواړي خلک هغه څه غواړي چې هغه د ملک په ګټه وي هغه د هېواد د وګړو په ګټه وي هغه ملک کې امنیت راولي صلح راولي د خلکو ته کار واقع نه انتخاباتي وعدې خلکو ته ورکړي چې کله موږ قدرت ته ورسېږو هغه څه چې په وس او توان کې نه وي ته خپل توان او وس زیاتې وعدې ورکول یا خلق و تلاپ ویل دزم غیر مسئولانه کار بوی سره د داسې کار کوي چې تر خپل وس او توان پورې وي نو په هغه وخت کې چې کله په عمل کې د وشودل چې خلق ته یعنی موږ د خپل کمپاینی ټیم نه کله ما اول ورځ مې خپل پروګرام شروع کړ موږ هغه کم نوم چې شو په ځان یې شایده دغه سر په دنیا تر خپل خلق ته تل خپل ولست هم دا وشودل چې موږ خلک چې موږ دغه یعنی په عمل کې پیاده کول شیرانی در کشورهایی که بالاتر از چند میلیون بالاتر از 10 میلیون نفوذ دارند و حضور گسترده اعضاب است جریانهای سیاسی است و متنفذین و بزرگان هستند نهایتا اگر بر بگردیم در اون کشورها دو نفر و یا 3 نفر اگر خود را بخوان به انتخابات ریاست جمهوری
کاندید بکنن و دیگر اگر بخواین به خدمت به ملتشون بکنن و یا حکومتشون بکنن، از طرق های متفاوت، از راه های متفاوت، از تجارت، از سرمایه گذاری و یا کمک های دیگر کوشش برین میکنن تا خدمت به مردمشون بکنن. چرا شما خواستین که در میان این نفوذ کمی که در افغانستان است 18 تیم آمدن شما هم بیاین؟ آیا بهتر نبود که شما طریقی دیگر را برای خدمتگذاری روی دست می گرفتین؟ آیا باور من به این نیستین که در این میدانی که نیاز است که همگی به نوعی با هم مبارزه بکنن، تنگاتنگ رقابت شدید روی دست بگیرن، ریسک های امنیتی را بپذیرن، چالش های امنیتی را بپذیرن، شاید شما نتونین که رقابت بکنین با این تیم ها و این دست های انتخاباتی؟ امروز الحمدلله عقیده لروشی یو خواه خبره ده چی تا وکره چی پنور ملکو که دیر کم خلق زان ریاست جمهوری دین رو حال تا محدود احزاب دی وستاسی بگوری ده امریکا که دو گندونه دی یو دیمکراتان دی یو جمهوری خواهان دی دی دو آره کانی گندونه سخه یو یو کس انتخابات داری نوزموش پا ملک تروس حزبی سیستم لکه پناړی والا سات هسته دی احسن است دی از موږ یو منظم تنظیمونه نه لرو، منظم احزاب نه لرو، نو ځکه خلک په مختلفو شکل سره په مختلفو دولو سره ځانونه کاندیدوي، نو هر سړی آرزو ده چې زه د خپل ملک ته د خپلو خلکو ته خدمت وکړم. راه های دیگر برای خدمت هست؟ هست آن. اما چرا راه ریاست جمهوری را انتخاب کرد؟ ټولې لارې د خدمتی در رئیس جمهوری لا رو مورد دید پاره نده انتخاب کرده سی یوازه با یوازه با یعنی کانون اساسی در افغانستان هر وگری در افغانستان تا در حق رو کرده دهی چقدر زان کاندید کری. حالا اگر این قانون اساسی به هر شهروند افغانستان حق داده خود را کاندید بکنه، حالا نیاز است که همه بیان کاندید بکنن؟ خواه خوب شرایط لری هر سرای خود زان هم نیستی کاندید داره. شرایط شما چیه؟ شرایط شما ویژگی متفاوتی که داشته باشین نسبت به دیگرها چی است؟ موش بر خپل تیر دا کارونو که چمو خپل کړی دی اولی هم د خلکو چه کار کردین؟ یعنی په خپل اداراتو کې موږ کار کړی دی، خپل خلکو سره موږ څور خدمت کړی دی، یعنی موږ د دې توان او هغه په ځان کې لرو. حالا کار کردن در یک اداره که نهایتا 200-300 نفر کارمند داشته باشه میتونه نمایندگی زین بکنه که شما میتونین که در یک کشوری که بالاتر از 30 میلیون نفوذ داره بتونین کار بکنین؟ هر څوک ولیسی چې په خپل ملک ځان کاندید کړي او د خلکو لپاره مصدر د خدمت وګرځي، یعنی دا حق لري هر څوک لري، یعنی هر وګړی حتی کوم هندو وینم د افغانستان وګړی وي د حق لري چې ځان کاندید کړي. خو شرایط کمیشن د ټاکن ورته یې کړي چې ته په کوم شرایط باندې، یعنی یو کس ځان کاندیدوي هغه به یو لک تذکري یا یو لک مرگیری لزان سره لری، نو هر سره نیست که اولیسی اولک تسکری یا اولک کارتون در رایگری لزان سره ولری. این یک لک تذکره رو چگونه تونستین پیدا کنین؟ در موش تقریبا 15 کال پدی بانده کار کرده در شربانی لعوال دوری نسی در کار مک شروع کرده لغی نمه که همون کار شروع کرده نو مک در پا جمعواره بانده در هر ولایت نه در هر خلقو نه شما برای اینکه بتونین که تذکره یک لک را بدست بیارین 5 سال کار کردین تا اینکه بتونین تذکره بدست بیارین، در 5 سال شما یک لک را تونستین بدست بیارین. آیا باور من نیستین که 5 سال مدت زیاد است برای به دست آوردن یک لک؟ وقتی که یک تیم در 5 سال نتونه که یک لک را به دست بیاره، مردم چگونه به تیم اعتماد بکنه که بتونه در 5 سال دوره حکومتداری خود بتونه کارهای اساسی از قبیل صلح، امنیت، اقتصاد و معضلات دیگر را به دست بتونن حل بکنن؟ شما در 5 سال تنها دنبال تذکره بودین؟ ما دنبال تذکره نبودیم، موږ د تذکره در راټولولو لپاره هم نه دی 15 کال اختصاص کړی، موش 15 کال درس نه دی کړی، موږ خاص تذکری را ټول ولې دی با موش په نور طرح باندې کار کړی. موږ طرح یکی از طرحهایتون را میخوایم برای حل مشکلات اقتصادی مردم. موش طرح حل رو چی پا اقتصاد مردم را خیلی خوب میدونین شکننده و خراب و وخیم است و حکومت هم تا به امروز ناتوان ماند و حکومتی که پول هم داره، امکانات هم داره و جامعه جهانی هم به نوعی همکارش است متاسفانه ناکام ماند و امروز خشم ملت را توانستن در بر بگیرن. یک طرحتون را برای حل مشکل اقتصادی مردم بگوین چی است؟ از موش در طرح داده چی کلا موش انشالله قدرت تا ورسیج و او خلق با موش اعتماد بکن. Thank you.
کارت اتصالات خیش تا 45 روز اخیر استفاده ننموده اید، همین حالا با اضافه نمودن 50 افغانی و یا بیشتر آن را فعال سازید و 2 جی بی اینترنت و یا 500 دقیقه اتصالات به اتصالات که برای 3 روز قابل اعتبار میباشد رایگان به دست بیاورید. تنها این نیست، بعد از فعال نمودن سیم کارت خیش شما می توانید 5 جی بی اینترنت و 1000 دقیقه اتصالات به اتصالات را که برای 3 روز قابل اعتبار میباشد فقط در بدل 400 افغانی به دست بیاورید. سیم کارت خیش را همین اکنون فعال سازید و از فواید رایگان بی‌نظیر لذت ببرید. اتصالات آینده از شماست. خدا خیرتان به تامر صاحب مالی که در بانک اسلامی افغانستان به شرکت ما حساب باز کردین. لیکن به بانک یک پیشنهاد داشتم. رئیس، به خاطر پیشنهادتان به شماره 2121 بانک اسلامی افغانستان زنگ بزنید. برای معلومات درباره خدمات و محصولات بانک اسلامی افغانستان شماره 2121 را دایر نموده و راهنمایی های صوتی را تعقیب نمایید. السلام علیکم، بفرمایید. خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان. ما یک پیشنهاد داشتم. شعبه خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان به صورت 24 ساعت در هفته فعال می باشد. در خارج از کشور شما می توانید شماره مثبت 93-790-99-21-21 را دایر نموده با این بخش تماس برقرار نمایید. خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان، پل ارتباط میان مشتری و بانک. بانک اسلامی افغانستان، راه به سوی کامیابی. موش طرح لرو در هر بخش که مشترح لرو، به اقتصادی بخش که لرو، به سیاسی بخش که لرو، به تعلیمی بخش که لرو، در شزو پوکوکو که بخش که لرو، در اطفال لرو، در زوانان لرو، در هر چاپا بخش که یک طرح اقتصادی تان را بگویم. اقتصادی طرح داد از افغانستان یا دست یا حواد ایچگر دیرشی زیربیناوی داری، کانون لری، مدنون لری، کموج لدی مدنون اسخه، لدی اقتصادی کانون اسخه، سم درست مدیریت وکرایسو انشاءالله موج با پنره که غنی ترین عمل کنه. این طرح هست؟ اما این را همه گه میدانن که افغانستان مادن داره، زیربنا داره و اگر بخوایم کار بالاش بکنیم میتونه نتیجه خوب بده. این را یک طفل خردسال هم میدانه. خب کار شما گفتین تر، ترتون چی است؟ خب تر هم داده چی مشکل قدرت ورسیدولو مجبدغه خپل مدنونه، خپل قانونه د خلق سره د خلق توجه به جان تجلب بود، نړیوال توجه بود. اما مادنه که در سیتری مخالفین حکومت قرار داشته باشه و در حاکمیت افراد زورگو و زورمند و سلابده است قرار داشته باشه که حکومت هم تا به امروز نتونست مقابل اونا مجادله و مبارزه بکنه، شما چیکار کرده میدانین؟ موش با کلسی انشاءالله قدرت ورسی جور موش با لمرای کاربونداوی سی صلح صلح را چگونه میارین؟ صلح پا صورت که را تلیسی سی موش در طول و خواه در افغانان و شرایط و تغاره کیکد انحصار طلبی پریگد، زورگایی پریگد. طالبان را چگونه وادار میکنین صلح بکنن؟ طالبان زموج رونه دی افغانستان، در خاور جوز دی در افغانستان، وگری دی په افغانستان که جون کوي، د افغانستان خلق دی د دې ملک د پاره که دوی هم ځای لري. نو موږ چې کله قدرت ته ورسېږو دوی ته ویې چې راسه وروره، د ورور په شان له ما سره جوړه وکړه، روغه وکړه. فقط میگین که بیاین برادران نه ما کار بکنه؟ نه کار نکنه. پس چی میکنین؟ موږ داسې ورته هیڅ راځی په ګډه ستاسې څه خو غوښتنې دي، شرعي، قانوني، اصولي، په ګډه به یو حکومت جوړ کړو، په ګډه به کار وکړو، په ګډه به کړه، دا ټول خلک به یو ځای سو، دا ټول خلک به د ملک په آبادولو کې لاس په سر سو، نه د ملک په تخریبولو. تر څلوېښت کاله باورمند هستین طالبان حاضر بشه با شما مذاکره بکنن؟ انشاءالله. چه تضمینی وجود داره؟ تضمینات خو داسې موجودي چې کله په د صلح په باره کې څوک اراده ولري، اخلاص ولري، در کنار موجودیت اراده و اخلاص نیاز به امکانات و طرحها و ترفندها و برنامه ها هست. شما یک مخالف را که حاضر نباشه مذاکره بکنه، ما میپذیریم که اراده وجود داره. حالا همه مردم افغانستان اراده دارن، همین حکومت هم اراده داره، اما موفق نشد که بتونه. ده حکومت اراده نلری، ده حکومت اراده نلری، ده حکومت ویز ده 15 کال نورم په حکومت کې، 15 کال ده زه په حکومت کې پاتیم، مخالفین لیا طالبان لیا هر څوک چې دی دې حکومت خلاف جنگیږي، هغه دراسي سلاد 15 کې کېږي د افغانستان ټول دغه وسنۍ څکړنلاري دده د ومني او بیا د لمرسر په حکومت کې شریک سي، دا د حکومت لاره په دې خو لاره نه ده. صلح کې په
پښتنو کې په افغانانو کې اصول لري په صلح وخت کېږي چې کله به څله چان اخلي او څه به ورکوي. بیاین بگوین ما میخوایم بدانم آقای شیرانی که شما بازم تکرار میکنم چون پاسخ ما نگرفتم، چگونه طالبان را موفق میسازین که مذاکره بکنن و با شما صلح بکنن؟ طالبان و تمور په ډیر اخلاص، په ډیر صداقت، په ډیر باور باندې او داسې طرح وړاندې کوو چې راسه دې طرح را ریختین پیاده کردین یا هنوز ساخته نشده؟ ساخته است. چی هست؟ بیاین هم طرح را بگوین. خود طرح جوړه ده، طرح باید نده. خب استاد موږ ټولې طرح جزئیات دلته استاد ته نشو درکولی. چرا نمیتونیم؟ موږ طرح جوړه ده، موږ نده تر اوسه هغه کړی. چرا نمیتونیم؟ اوس یې نشو کولی. بیا وروسته به خاطر چی؟ په دې خاطر موږ نه کوو چې موږ کله د رئیس او ټیم په معاونینو ترمنځ کله مشوره وسوي هغه طرح به مکمل هم اما پیکارهای انتخاباتی آغاز شده ټول خلکو ته ورکوو. شما باید طرحتان نه طرح موږ لرو، طرح موږ لرو، منظم طرح لرو، ټول منظم. یکی از ماده های طرحتان را بگوین. خو تخت طرح هست چې موږ اقتصاد په شو درو از این صلح را میخوایم بدانیم چی است. شما میگین طرح هست، یک ماده شه بگوین چی است، چگونه میتونین صلح را بیارین؟ مشصلها شما وقتی که استقلالیت این را نداشته باشین که هنوز بتونین طرحتان را استقلالیه و آزادانه به رئیس معاون دوم یک تیم بیان بکنین، چگونه میتونین که در تصمیم گیری های دیگر شما استقلال داشته باشین؟ مش طرح لرو، مش نسو کولای، مش تروسه طرح نده، تروسه آغا سپ ملی سطح را غیستلی او یعنی طرح مکمل ده، جوړه ده، خلاصه ده، فقط موږ پرینټ کو او کم هارد کاپی هم خلکو ته واستو. در ذهن شما نیستن؟ یا میخواین که پرینټ بشه بعد؟ ولی نیست، ما په ذهن کې سم نیست. چی است؟ خود اصول مبارک نه طرح ده چې موږ لارسو هغه خواسته د طالبانو د مخالفینو چې کومې د دوی خواسته دي شرعي، قانوني، اصولي د ومنو او دغه سره د دوی خواسته اول ده خارجی قوای د افغانستان څخه وشي. مجورتی سمور حاضر یست؟ حاضر هستین قوای خارجی بیرون بشن؟ آها مجورتی حاضر یست. پس از اون چگونه میتونین نیروهایتان رکمان؟ پا دی باندی حاضر یست که مسئولانه وزی؟ پس از بیرون شدن نظامیان خارجی چگونه میتونین شما نظامیان افغان را تجهیز و تکمیل بکنین؟ چگونه میتونین که مشکلات اقتصادی تان را حل بکنین؟ مجورتی جواب نور کشتاسی لمون نکده بار که هم دازی مون هر مخالف هر کسی بیای بر شما یک خواست را بیان بکنه، شما برای اینکه بتونین با اون مخالف توافق بکنین خواستش را میپذیرین یا نیاز است که پس از اون مشوره و اجماع صورت بگیره و گپ بزنین تر بریزین و ماها و روزها و سالها موږ داسې نه کړو چې موږ اوس خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې اوس بر حال مثال متحده ایالات امریکا اوس په حال په افغانستان تجهیزات ټول د اردو د پولیسو د ټول افغانستان د دوی په لاس کې. موږ داسې نه وایو، حتی طالبان هم په دې کاني سوي دي، په دې باندې قناعت کړی دی چې موږ د افغانستان کې د امریکا د نړیوالو اقتصادي ژمنو ته پابند یو او دوی به خپل اقتصادي ژمنې خپل اقتصادي پروګرامونه په افغانستان کې نه بندوي. نو موږ هم د دغسې طرحه لرو چې خارجي قواوې دي په نظامي یونیفورم خلاص کړي ځان او د اشغال ختم کړي. د اشغال شده افغانستان از دید شما؟ نو موږ له دیده خو اشغال نه دی، خو مخالفین په دې باندې ادعا کوي چې اشغال دی. خب پس شما گپ مخالفین را تایید میکنین؟ نو چه موږ څنګه ووایم؟ شما میگین که ما با طالبان ما صحبت میکنیم که افغانستان را از اشغال نجات بدیم و از طرف دیگر میگین گپ مخالفین است. پس به این باور هستین گپ مخالفین را دارین شما تایید میکنیم، نمیپذیریم که افغانستان در اشغال است. یعنی افغانستان که اوس نړیوال در جنگ پچی شروان این در جنگ پچی شروان زلتا نده پشتا این حضور امروزی نظامیان آمریکایی در افغانستان یا به شکل اشغال است؟ نه زستان ده پشت نکم ده اتل اسکال ده جنگ پیچ شورا وام اما من حیث یک جورنالیست زلطان ده پشت نکم که پاسخ نه نه خب تا جنگل امان پشت نکم شما بیاین پاسخ مرد زلطان ده پشت نکم ده اتل اسکال ده جگر پیچ شورا وام قانون رسانه‌ای با ما اجازه نمیده ما این پاسخ رو بر شما بیان بکنم. شما بیاین بگوین که آیا واقعا امروز نظام آمریکایی در افغانستان اشغال کردن؟ نه تما نه پشت نکم تا قانون رسانه جزار ندرکه زل تا نه پشت نکم در جګړه د اوس د پکتر دوحه که امریکان له طالبان سره له مخالفین سره پچ شو خبرې کوي به خاطر ایجاد صلح. ایجاد صلح صلح په ولی راځي صلح خو جنگ و خلق راغلی و خارجان راغلی په دې ملک باندې. آیا مگر جنگ را خارجی ها روی دست گرفتن یا مخالفین حکومت؟ هم مخالفین جنگن دا خارجان جنگ دوه طرف جنگ. آیا افغانستان اشغال شده است؟ افغانستان اشغال شده موږ داسې نشو موږ په دې حکومت کې موږ د دې ملک خلک یو د دې وا خو موږ هغه لاره ورته شوی چې دا په قانوني توګه راغلی دي. خو مخالفین وایي دا اشغال دی، مخالفین د جګړه په دې شروع کړی دا اشغال دی.
د دوی جګړه په دی روانه ده. نو چې ته چې اشغال نمینو بیا د جنگ په شو روان. خب الان مخالفین میگن افغانستان اشغال شده، شما چگونه قناعت مخالفین را به دست میارین که نخیر افغانستان اشغال نشده؟ زموږ داسې طرحله رو چې مخالفین ته ووایي چې یو وروره راسه له موږ سره کښېنه، له موږ سره حکومت جوړ کړه، له موږ سره په ګډه جوړ کړه، لیا ته لیا زه د ملک رئیس جمهور، لیا ته زه صدر اعظم او ته رئیس جمهور، د ملک په ګډه جوړ داسې نه کړي. زه داسې نه وایم چې ته راسه مخالف، ته وایم ته راسه فقط خپل طالبان یا خپل جنګي پرسونل ده په وزیر دفاع کې او په هغه کې او په وزیر داخله کې په هغه کې استخدام کړه. یعنی باید هم حکومت شما و هم طالبان روبرو بشینن و گپ بزنن و بعد یا مشترک حکومت جو حکومت نظر مردم، اجماع مردم، متنفذین، بزرگان جهادی، سیاسیون 30 میلیون نفوذ افغانستان را پروایش را ندارین. هم ده خلق به گرد جوړه وی، سیاسیون به پکی وی، تناموش خو نه سو جوړه ولا. آیا مردم افغانستان ټول خلق به اجماع به وی، خلق به وی په دې کې به راټولیږي، سیاسیون به وی، جهادی رهبران به وی، جهادی مشران به وی، سیاسیون به وی، د علما به وی، شزی به وی، د ټول به راټولیږي، اجماع به جوړیږي، په ګډه به حکومت جوړیږي. پس طرف شما چی شد؟ وقتی که همه مردم بیاین نظر بتن، مردم دیدگاه خود را بیان بکنه، علما بیاین گپ خود را بزنن، خط خود را بکشن، طرح شما در اینجا کجاست؟ ما طرحی را در گپای شما نتونستم پیدا بکنم. زموش طرح واضح ده، شکاره ده، معلومه ده. طرح به سره کوي، طرح خو هم ده. ته چې له چا سره لارې ته ورځي، یو چا سره خبرې کوي، یو چا ته قناعت ورکوي، خو دا یو لاره ده، یوه طرحه ده. ته څوک مخالفین دي ته راولی چې ته له ما سره په حکومت کې ګډ سه، ته حکومت جوړ کړه، زه به کوم ستا خواستی چې دی قانوني شرعي ده به زه منم، ته به ځي هغه به موږ په خارجیانو باندې منو. جنگ جګړه خو داسې نه ختمیږي. ما درته ویل په لوی سر کې چې جګړه هغه وخت ختمیږي، صلح هغه وخت ختمیږي، راضي منسته چې کله دوه جانبین یعنی دغه خلک سیاسیون دغه حکومت کې د دې طرف ته دي او مخالفین چې او طرف ته طالبان دي، طالبان اسلامي تحریک دی، دا ډله به څه تنازل کوي، څه به حکومت له خپل هغه نه تیریږي، څه به طالبان تیریږي. حالا به عنوان آخرین پرسش آقای شیرین، شما باورمند نیستین جمعیت 30 میلیونی افغانستان با هزاران نفر مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن، معاونیت شما و تیم شما نمیتونه چاره ساز باشه؟ شما ضعیفتر از آن هستین که بتونین که با مشکلات امروزی مردم افغانستان مقابله بکنین؟ مش ضعیف نیو، مش اراده لرو، مش عقیده لرو، په خدای وانه مش که پیسې نلرو، امکانات نلرو مادی. اما باورمند نیستین که باید پول هم داشته باشین، امکانات هم داشته باشین و شناخت هم داشته باشین و با جامعه جهانی آمریکا هم سازگار باشین؟ ما سازگار بیو مش مشاده شما وقتی که حضور نظام آمریکایی را اشغال شده میدونین این کجایش سازگاری است؟ مش نه ما نه دیولی سی اشغال دهیم، من دا مخالفین و لخلی زواب زده اشغال. همین تایید گپ مخالفین به یک نوع تایید شما است؟ نه نه دست پرک وکن، تایید مخالفین و تا در ما در توازی در جگره در تل اسکال پا چی روانه ده؟ جګړه په دې روانه ده چې مخالفین یې زمل کې اشغال سوي دي. نو چې د اشغال نوم دوی ور نه کې، دوی د جګړه په د خپل پرسونل ته څه وایي، د خپل جنګیالۍ ته څه وایي؟ مردم با شما شناخت پیدا بکنن، برای اینکه مردم با تیم شما بلد بشن و بفهمن شما چی کار میکنین، چقدر پول را قرار است مصرف بکنین؟ موش پیسې نه لرو، موش پیسې نه مصرفو. پیسې ندارین؟ آیا موش با آمدنتان در ریاست جمهوری پولدار باشین یا اینکه خدمت بکنین؟ موش باید خدمت. اما باورمند نیستین کسانی که بعد قدرت روی دست میگیرن پول داشته باشن، امکانات داشته باشن، پیکارهای انتخاباتی روی دست بگیرن، اعلانات تجارتیشان رو روی دست بگیرن تا مردم؟ خب موش ولیدل، خب تیر انتخابات موش ولیدل چې سره کم انتخابات و تیر پارلمانی انتخابات هم زموږ ده. خو د پیسو په زور چې څوک قدرت ته رسېږي هغه به یوه داسې ناکام حکومتونه وي، لکه د اشرف غنی، لکه د ډاکټر عبدالله، لکه دغه په پیسو باندې، په زور باندې، په پیسو باندې رای اخیستل، په تقلب، په تقلب باندې راتلل. تشکر. خیلی ممنون آقای عبدالجمیل شیرانی، معاون دوم دسته انتخاباتی خادمین ملت. تشکر از اینکه ملت هستن. ممنون. سپاس. معفو. سلام علیکم. ممنون از شما بیننده گران قدرم که در برنامه مثلث فقر در این نیم ساعت بودین. با امید موفقیت تیم خادمین ملت تا بتونن که برمان آرزویشان برسن. وقفی کوتاه پس از این دوباره برمیگردیم در تحلیل.
درود مجدد و ابراز سپاس امتنان که تاباکنون در برنامه های اقتصاد ما و مثلث فقه حضور داشتیم. نیم ساعت دیگر برنامه تحلیل روز آغاز گردید و من خالد بارکزی در این برنامه خدمت شما تا نیم ساعت دیگر با مهمان بسیار خوبمان حضور داریم. امروز در برنامه تحلیل روز بالای دو موضوع مهم و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان می خواهیم صحبت بکنیم. می خواهیم در مورد شک و شبهه هایی که مبنی بر برگزاری